که شاید همگان از این هزار دستان نغمه خوان کمتر گفته باشند، دوران کشیده شدن دیوار بر صدای او باشد، همان دورانی که او را وادار کرد برای پرنده ها و درختان بخواند. با آن گونه که در ترانه‌اش گفت، سنگ خارا را گواه دلش گرفت. اما فقط برای پرنده های آسمون و رودخونه، برگ درخت و سنگ و کوه و دشت و بیابون، نه برای آدم های نامحرم. و دوست داشتم که صدام به گوش نامحرم نرسه. نامحرمم آخونده بود. صدای همیشه پرغوغا و پرتوانش را در سینه پنهان ساخت. 15 سال تمام خود را در زیر کوه احساسات و عواطف سرشارش حبس کرد و در مقابل تهدید و تطمیع سر فرود نیاورد. اصلا نمیخواست که آخوندهای مرتجع که نه با فرهنگ ایران محرمند و نه با سلیقه و هنر مردم محرمند از صدایش استفاده کنند و با استفاده از صدایش این قاتلان فرهنگ و هنر در رژیم مستبد ولایت فقیه ذره مشروعیت برای رژیمشان جستجو کنند. شام او هرگز بوی گلهای عشق و دوستی را فراموش نکرد و وقتی از گل بوی گمشده‌اش را شنید، مستانه به سوی آن رفت. از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در دوی جان منزل کنم. شگفتان است که آن که در ترانه هایش خواند در زندگیش نیز صورت تجسم پذیرفت. بتازم به راهی حباب سیاه اختناق و دیوار سرکوب ارتجا را به هوای کوی جانان شکست.